که همش نمیدن یه جوری زمین هست من اینجا فرصت نشد، یعنی در یک ساعت که ما نمیتونیم بیایم توی ریزکاری ها صحبت بکنیم، خیلی مسائل هست. من امشب تیتروار سخن گفتم، چون امشب که من میزم تیترواره، من یک کتاب میزم میشه 500 صفحه، بعد پول ندارم چاپش کنم، در 60 صفحه چاپش میکنم. حالا صحبت کردنم همینه، اینه که ایشون یک سری مطالعات و تجربیاتی داره، زندگی کرده با خودش، یک اطلاعاتی داره. شما عشقی داشتی، علاقی داشتیم، خیلی از ما دیگه همه ما مطالعاتی کردیم، اصلا بعضی ما متخصص مصدقیم، ولی چون علاقمون به مصدق زیاد بوده تحقیقاتمون درباره دیگران کم بوده، بعد یک سری چیزا میدونیم یک سری چیزا نمیدونیم. اینه که تشنج رو دیدیم، یکی از کاری که اصلا نباید میشد همین مسئله تشنج. ما تا موقعی که تحمل عقیده مخالف نکنیم کارمون خرابه. خیلی روز میخوام عصب میدونیم، یارو میگن متعصب فلانش، یعنی اون کسی که میخوره رو اثر عصبانی میشه. من به هیچ چیز نباستی عصبیت داشته باشیم، حتی به مصدق بذاریم، کسی مخالف مصدق بذاره حرف بذاره. خب این چه فرقی سانسور آقا از این بارات علیه من حرف میخواد به طرف بزنه مسئله. من به مدت 10 سال آقای روشنزده پاریس تشریف داشتن، آقای پهلوان خانومشون میدونن، 10 سال رادیو که داشتم، رادیو همیشه آنتنش آزاد باز بود، هر کی هر چی دلش میخواد بیاد بگه. خیلی چیزا میگفتن علیه اون داده های فکری من، علیه من الحمدلله کسی نرفت شد، ولی امکان داره علیه داده های فکری من بود. با هم بحث میکردیم به زبان فارسی و فرانسه، طرف رو من میذاشم همه حرف بزنن، بعد بحث میکردیم، بعد میدونیم ستات اون نداره ما نداریم، با هم تعهد میگه سری این فریاد اینها این همش تعصبه. ما باید بزنیم کنار، آزاد راحت بتونیم سخن مخالف رو بشنویم. تا موقعی که ما نتونیم سخن مخالف رو بشنویم همیشه لشکرکشی است، همیشه نمیتونه اصلا همبستگی ملی به وجود نمیاد. شما ببینید اسرائیل از موقعی که تشکیل شده دولت اسرائیل فقط یک نفر کشته شده سارنامی، ولی میدونید که تو همون کنیست که میشنن با هم بحث میکنن به خون هم تشنن، دوتا اون افراطیون مذهبی با اونای دیگه، ولی هرگز دست به اسلحه نمیبرن یا رو سانسورش نمیکنن در حد وسیع و گسترده. ما باید یاد بگیریم آزادی نه تحمل عقیده مخالف، هر کسی حرفشو بزنه، بعد بحث بکنیم، عصبانی نشیم، به داده های فکری هم دیگه احترام بگذاریم، به آدم های دیگه احترام بذاریم، به تاریخمون احترام بذاریم. من اینو بگم که خاطرتون برای همیشه جمع بشه. خیلی که برای همه شما مقدس هم، برای من مقدس هم، نمیدونید بزرگترین جنایت ها رو در طول تاریخ کردم، ولی الان همین رو بودن. اصفن، اگه اجازه بدید من دو تا نمونهش رو بگم. برمیگرد به پیامبران بنی ابراهیم. پیامبران که برای شما مقدس، برای من مقدس، من نمیدونید که برم قرآن رو بخونید، انجیل رو بخونید، درش نوشته شده. بعد میخوام بگم با این اختلافاتی که هست روی هم پیامبران، حالا نمیخوام فات بدم از یکی که به یک دین یا به یک آیین مربوط بشه، ولی امروز علمای اون دین و ادیان، چه اسلامی باشه چه مسیحی باشه چه یهودی، واقفاً به اون خطای بزرگی که اون فرد کرده، اون خطا رو میپوشونن، چون دعوا اون خطا رو آوردن الان اینجا بحث کردن که فایده ای نداره، که ضررش بیشتر از فایده شه. ما امروز یه مشکلی داریم، مملکتمون آزادی نداره، دل ما همه برای آزادی تنگه. خب بایستی ما امروز رو بیایم بسازیم، هیچ موقع تاریخ گذشته رو اگر بخوام باهاش بجنگیم به درد امروزمون نمیخوره. تاریخ گذشته فقط باید ازش درس بگیریم، نباید باهاش بجنگیم. اگر ازش درس گرفتیم پیروزیم، اگر باهاش جنگیدیم باز یک خط انحرافی باز کردیم و وقتمونو بیهوده هدر دیم. خیلی ممنون از آقای عباسی. من صحبتم رو راجع به نورو هم نداره موجود ما مدت نداریم آره میدونم، بچه‌ها نیست راجع به استعمار نو من خواستم بیشتر صحبت کنم و درک غلطی که نه فقط جنبش‌های ملی دنیا از این پدیده جدید داشتن و دارن، حتی جنبش کمونیستی در سطح جهان گرفتار این پدیده شد. چرا یه دوگانگی درش بود وقتی سرمایه‌داری نوین جوامع پیرامونی وقتی میخواست رشد کنه الگوی خودش رو غرب گذاشته بود، برای همین میخواست یک سری کارهایی رو انجام بده
از قبیل رشد دانشگاه، رشد کارخانه ها، ایجاد راه، راه آهن، دولت. این خواست به اصطلاح جنبش سیاسی ایران بورژوازی ملی و وطنی هر کشور پیرامونی بود. امپریالیسم جهانی بعد از اینکه توی شرایط خاصی قرار میگیره لحاظ اقتصادی و قادر نیست فقط با صدور کالا و با صدور کنسول و سربازهای خودش به شیوه استعمار کهن حکمرانی بکنه، این بار یک دولبه و دو جانبه مبارزش رو شروع میکنه. یک، مبارزه ملیون کشورهای پیرامونی رو خونسا بکنه، برای همین یک شبه مدرنیست رو میکنه از یک طرف. از یک طرف لحاظ قدرت اقتصادی باید صدور سرمایه کنه در کنار صدور کالا. برای همین از درون اون اقوام و اون کشورهای جهان سوم که شما نمیخوان اسمشون رو ببرن یا کشورهای پیرامونی، افرادی رو انتخاب میکنن که این سیاست رو اجرا کنن. حالا ببینیم توی اون شرایط در جهان چه اتفاقی میفته. یک کشوری به وجود میاد به نام کشور شوروی. امپریالیسم انگلیس و آمریکا متفقاً به این نتیجه میرسن که این بار ما قادر نیستیم با سیاست هندوستان با کشورهای پیرامونی مبارزه کنیم، بریم توشون. باید از درون خودشون دیگه نمیتونیم، باید افراد گمنام و افرادی که به اصطلاح خاکی هستن رو بزرگ کنیم. در ترکیه آتاتورک و ترک جوان رو میارن بیرون. در آمریکای لاتین افراد مختلف رو میارن بیرون. فقط هم رضا شاه نیست. فکر نکنید این تافته جدا بافته است و مال ماست. این سیاست جهانی بوده برای محاصره شوروی از یک طرف و نفوذشون تو جهان سوم از طرف دیگه. رضا شاه کاری رو میکنه که اگر مصدق میومد اون کار رو میکرد. ما تو دو تا بخش مختلف. یک شبه مدرنیسم هست، یکی مدرنیسم واقعی بر مبنای شرایط خاص زمان و مکان اون کشور. برای همین یکیش اختص قادر نیست جامعه رو بعد از 50 سال برسونه به یک کشور عقب مونده اروپایی هنوز که ایرانه. اخته بودنش در اینه. یعنی دانشگاهش دانشگاهیه که باید غرب رو تمرین بده، نظامش نظامیه که سرانش هنوز درس از فرانسه و بلژیک و آمریکا میگیرن، وزارتخونه‌هاش وزارتخونه‌هاییه که طرحش از غرب گرفته شده، برای همین هیچ خون داخلی اون کشور درش نیست. برای همین مردم ایران نه فقط رهبری به بزرگی لنین، نه درست بودن و غلط بودنش یه بس دیگه است، حداقل ملتشو نجات داد تا یه مدتی. اون تو کومینتر اشتباه میکنه، میگه رضا شاه رهبر ملی کشورشه. چرا؟ چون کارهایی رو که بناس بورژوازی ملی کشور بده، این به صورت ماکت و تصنعی میاره میذارتش اونجا. اگر این قهرمان ملی جامعه است، خودش به بزرگترین مالک زمین تبدیل نمیشه بعد از دو سال سر کار اومده. میبینیم اشکال کار چیه و کمبود کارمون چیه. برای همینم ما جهان سومی ها مجبوریم مسائل رو سیاسفید ببینیم. یه پدیده ای هم هست، حتی فقط هم خاکستری نیست، خاکستری تاریخ در خاکستری روشنگتر هم هست. یک، هر کسی تو این جوامع میاد یه سری کارا میکنه. اگر مقایسه ای بخوان انجام بدین، این آخوندها بیشتر از تمام دوران پهلوی کار کردن توی آگاهی زنان در حال حاضر توی ایران هیچ موقع تو تاریخ ایران سابقه نداشت. رشد سیاسی مردم ایران هیچگاه، حتی دوران 22، حتی دوران مصدق، به این بالایی نبود. رشد کتب در داخل ایران، مسائل سیاسی هیچگاه تا این سطح نبوده. پس این دولت مثبت بریم تعبیر بدیم خودمون دیگه. نه، اینجوری نیست. این خواسته های مردم هن که مجبور میکنن یه سری چیزا تو جامعه انجام بشه. بدبختی ما اینه، همیشه پیشوا طلب بودیم، هر چیزی که تو جامعه انجام شده رو گذاشتیم گفتیم این شاه کرده، این امام کرده، این پیشوا کرده. میباش
دیگه نه چیزی که بخش خودتون میذارم. نه نه برای که بخش تموم شده. نه من تو سوال داشتم. من الان عنوان رئیس شرکت صحبت نمیکنم. اسمم نوشتن اینجا و وقتمو میگیرم تو. من یکی تو مطلب خواستم این بحث آریایی رو چون شما صحبت کردین خانم توضیح دادن من نوشته بودم اینجا. یه ذره بیشتر چیزش کنیم داخلش بشین که من متوجه بشم. فکر میکنم که از نظر نژادی اصلا به هیچ عنوان دیگه ما اون آریایی که صحبتش میشه هستیم. اونا یه ایرانی هستیم. لطف ایرانی بودن اینه که انواع و اقسام این نژادها توش هستن. من بگم الان به یهودیان شما بگین آریایی فرق خوبی نیست. اینا میگن ما نیستیم، میگن ما سامی هستیم. حالا فشار و زور آدم بیاره که شما آریایی هستین یا با عربا آدم بگه عربای ایران بگه آدم شما آریایی هستین. ولی بهش میشه گفت ایرانی شما. ایرانی لطف ایرانی بودن در همینه که آقا این مجموعه دوره هم تونسته جمع بشه و با همدیگه هارمونی حداقل هارمونی رو داشته باشن. فکر کنم تنها کشور دنیا هم هست که اینطوری هستش، یعنی این حداقلش رو داره. یعنی افتخار ایران تو این تیکش اتفاق هست، نه تو گذشته به اون ترتیب آریایش. من فهم برای بیشتر میخوام وارد بشن توش، یعنی که اصرار راجع به آریایی بودن تکلیف اعراب داخل کشور چه میشه، تکلیف نمیتونم مغول‌های داخل کشور، مثلا ترکمن‌های داخل کشور چی میشه؟ نه همه ایرانی هستن، آریایی هم نیستن. سوال دوم این بود که راجع به داخل و خارج کشور مبارزه رو من جغرافیایی نمیدونمش به اون ترتیب که اگر حتما باید در درون کشور باشه تا انجام بشه. من مثال‌های زیادی هست تو دنیا که جنبش‌هایی از خارج کشور شروع شده و به داخل کشور رفته، تو داستان خمینی و غیره، یعنی پایش در درون کشور هست. من همون اهمیت رو به خارج کشور میدم، همون اهمیت رو در داخل کشور میدم. کوچکترین فرقی نداره. جغرافیایی نیست که اگر در درون باشه درسته، اگر در خارج باشه غلطه، یا اگر در درون نباشه در خارج به هیچ عنوان نباید به وجود بیاد. میکنه اگر جریانات رابط به همه و همون ارزش‌ها رو دارم. این اشکالی بود که انداختم قبلا که آقا خارجی‌ها بدن، هنوزم آدمایی که از ایران میان حساسیت‌ها توشون موجوده که آقا به ما چی کار دینن، برای ما نسخه ننویسید غیره و از این صحبت ها. همین بحث‌ها به این ترتیب این اشکالات وجود میاره. سوال سوم من اصلا دو مرتبه اینو میخوام اون بحث رو باز بکنم، بحث اینکه چی بوده، به چه ترتیب بوده. ولی توی جریانات تاریخمون که ما نگاه بکنیم میبینیم که یکی ظلم کرده، یکی ظلم نکرده. من دارم اینطوری نگاه میکنم، یا امام حسین بده یا یزید بده. هم امام حسین هم یزید نمیتونه با هم دیگه باشه. یکی رو کشته، یکی رو عبده این برده. هم شاه هم مصدق غلط این بحث. من اصلا بحثی رو نمیخوام بکنم کدومشون درسته کدومشون غلطه، ولی یکی قاتل، یکی مقتوله تو تاریخ. ببین اینا در کنار هم به اون ترتیب جریان رو نبودن. من میگم این رو، این فاصله رو آدم باید بذاره. و آخرین نکته رو که دارم میگم اینه که بسیارم استفاده کردم از صحبتاتون، بسیار زیاد. و اینو بگم، باز من اینو به عنوان کانون سخن دارم میگم، کانون سخن انواع و اقسام سخنرانا داشته، من جمله آقای آریازاد سخنران کانون سخن بودن. نتیجتا اینه که بازم بوده، شما سخنران آینده مونم بگید که اگه نگاه بکنید، من چندی تو داستان به اون تحقیق نمیدم. مرگری یا میترائیسم یکیشون در رابطه با پژوهش در تاریخ آذربایجان، یعنی که اختلاف نظر رو توی ماجرا خیلی زیاده، ولی اینکه این داره صحبت میکنه تو هم اون برای قضیه رو داره صحبت میکنه، نه داستان به اصطلاح استقلال آذربایجان یا بحثهایی در رابطه با آذربایجان که امروز موجود است. من میخوام بگم همه نوع جریان تو کانون سخن صحبت شده. لطف کانون سخن هم در همینه که انواع اقسام و در هیئت مدیریتش بنده و شهرام با هم دیگه داریم از کار میکنیم، دو تفکر مختلف ولی نزد با نظم و نزدیکی داریم با هم دیگه کار میکنیم. این کانون سخن این کم لطفی رو فقط میخوام بگم. خیلی معذرت میخوام. بسیار متشکرم. من نمیدونم اول برم با آخر یا از آخر. اول اینه که یادمون نره که خمینی رو رهبر ما کردن. خمینی جنبش انقلابی نبود که از خارج یک انقلابی رو رهبری کرد رفت به داخل، که من خودم فرزند انقلابم. میتونم به شما بگم که در ایران ملتی مبارزه کرد.